سلام خدمت دوستان عزیزم و هم سالم و سلامت باشین و از همه مهمتر حال دلتون خوب باشه حال دلتون که خوب باشه هر جا که باشین بهتون خوش میگذره بهترین جای دنیا که باشین حال دلتون خوب نباشه اونجا, دو دوزار نمیارزه خب خیلیاتون پرسه بودین یا بهتر, 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 بهتر بهتون بگم یه تجربه اون حس اول به که رسیدیم تو آمریکا چجوریه آرمان چجوریه روز اول میرسیم آمریکا ما بالاخره نمیدونم تو فیلم دیدیم تو اخبار دیدیم حس چجوریه به قول بزرگی که بعد از 35 سال اینا اومده و میگفت هیچ نه اینجوری نیست پس تا آخر ویدیو همراهی کنین که داستان کامل بهتون تا اونجایی که میشه توضیح حداقل اون روزای اول یا ماهای اولو حداقل تجربه خودم بهتون میگم دقیقا اون حس و حال چی بود خب اونایی که منو میشناسین و ویدیوامو تا الان دیدین میدونین که من شش ماه زندگی کردم و من خودم زودتر از خونه آدم اومدم آمریکا و اینا تقریبا حدود یک سالی زودتر اومدم و خب با پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکردم که تو لس آنجلس کالیفرنیا زندگی میکردن خب حالا فکر کنیم برای کسی که مثلا مثلا من دایم از من, من خودم پنج پنج سالم بود که دایم اومده بود آمریکا خب دایم دوازده سال بود آمریکا بود تقریبا دیگه سالی چند بار دو... مثلا سه چهار بار حرف میزدیم و اینا و همش من تاثیر سازی و رویا و اینا خب دایم اونجاست میرم بالاخره خیلی کمک میکنه خیلی چیزا یاد گرفته میتونه بهم راهنمایی کنه یه سری مسیرها رو بهم یاد بده اشتباهی که خودش رو انجام بده به من یاد بده من اون اشتباه رو انجام ندم و اینا با همین تاثیر سازی و اینا رسیدیم و ما رو از فرودگاه به سر لس برداشتن و دایم و پدر و مادر حالا ما تو مسیری که داریم میریم تو بزرگراه من همش دارم ماشینا رو نگاه میکنم همش این فیلم ها رو دیدم وای فلان ماشین ای این ماشین و اینا خب خیلی سن داشتم تازه شده بود 18 سالم رسیم اون دو سه روز اول یه سری یه سری آدما میان سلام چطوری فارسی کلی کم و یه مقدار دورتون رو میگیرن چند چند هفته اول دنبال کارهای دنبال این زبونم نمیدونم اینو چرا اینجوریه دنبال کارهای به اصطلاح قانونی تون و نمیدونم کارهای مهاجرتی و اینا هستین و همه چیز یه دفعه آروم میگیره کور. خب بالاخره هر کسی یه فامیلی داره یه آشنایی داره دوست خانوادگی اینجور چیزا نمیگم انتظار دارین که مثلا دوزار بذارن جیبتون اینا نه ولی خب یه سری نمیدونم شاید انتظار شاید از فرهنگمون میاد شاید یه چیز طبیعی باشه نمیدونم هنوز اسمش چی میشه گذاشت ولی خب من فکر کردم وقتی برسم دو سه نفر میان دنبالم مخصوصا افرادی که هم سن و سال من بودن یا حالا مثلا دو سال اونور احساس کنم میان میبرنت بیرون نمیدونم یه حالا کلابی نه اینکه بریم حالا کارهای خاک برسری اونا ولی آقا بری یه اشغال اون زندگی هالیوودی بری بالاخره خود هالیوود کلی حالا کافه های مختلف هست نه حالا حتما بری دوبس 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 دوبس, دوبس کنی ولی خب متوجه هستین چی میگم بری یه اشغالی کنی بری نمیدونم نه حالا من آدم مشروب خوری نیستم ولی آقا بریم مثلا توی این فیلم ها که میبینیم میرن بالاترین به صلاح طبقه میرن اون قصت پشت بوم و اینا مثلا حالا جشنی میگیرن و اینا نه که برام جشن بگم بریم اونجا آقا یه رنگی ببینیم اینا هیچ دیگه خب یه چیزی که متوجه شدم تو آمریکا این بود که اینکه بهتون میگم دوستان این ویدیو رو ویدیوهای منو نگاه کنین ده سال جلو میافتین اگه واقعا ازشون استفاده کنین تا آخر نگاه کنین کلی چیز میتونین یاد بگین همینه چون زمانی که من داشتم این نه که یوتیوب نبود ولی هیچ کس در این برای صحبت نمی کرد که چجوریه چجوری گواهی نامه بگیم من همه اینا رو خودم تجربه کردم فلان کارو چجوری بگیرین این کارو چجوری انجام بدین قوانین چجوریه خب دو سه هفته اول نمیتونستم گواهی نامه بگیرم باید منتظر کارت سوشالم بودم و بدون داشتن ماشین شما تو آمریکا فلجین یعنی اصلا با اتوبوس و اینجور چیزا اصلا, اصلا هم که استاد اقتصاد یعنی واقعا کمتر کسی میاد ببرتون این ور اون ور و اینا خب پدر بزرگ مادر بزرگ هم چند سالی بود اینجا بودن از اینکه 7 سال بود اینجا بودن ولی خب نمیدونم به پدر بزرگ هم میگم شب مثلا ساعت 10 11 شب بس بریم مثلا حالی بود دوپس دوپس کنیم بالاخره اونها اصلا طرز فکرشون متفاوته خیلی جا رو پدر بزرگم رانندگی نمی کرد یه هفتاد خورده هفتاد سالش شده بود دیگه و تو شاید اون بالاخره تفلکی ها خیلی از کار یعنی پدر یا مادر هم خیلی بهم کمک کردن بالاخره مسیرها رو یاد دادن ولی تا یه حدی اونی که مثلا نمیدونم 18 19 سالشه یا 30 سالشه 40 سالشه خیلی بیشتر میتونه به شما کمک کنه اصلا طرز تفکر متفاوته طرف مثلا داره کار میکنه شغل داره خیلی چیزای دیگه دیدها متفاوته نه فامیل نه آشنا یکی نمیاد ما رو بیرون ببره یکی دو نفری هم که مثلا حالا ظاهری اومدن من بهشون گفتم خب مثلا آقا بیا نمیگم هفته یه بار ما یه بار بیرون بریم یه قیافه‌ای میگرفتن که مثلا تو تازه اومدی مثلا نمیدونم چرا و بعد متوجه میشن که گفتم آقا من اصلا خودم میام دنبالتون من به زوری گواهی نامه میگیرم میام دنبالتون بریم با هم بیشتر صحبت کنیم بالاخره هیچی البته الان که حالا دو سالی خونه گرفتم و بالاخره زندگیم تغییر تحول داشته وارد ارتش شدم و زندگی خودم ساختم الان شروع کردم به من پیام دادن که البته من دیگه جواب نمیدم چون من اون موقع که در تنهایی و فشار و اینا بودم من اون موقع دوست و فامیل و اینا نیاز الان که دیگه زندگی رو به اینا که دیگه نیاز ندارم یکی بیاد بگه بیا بیا داداش بیا با هم فلان کارو انجام بدیم و دوستان نمیخوام فقط چیزای بد و منفی بگم من هدف داشتم هنوزم دارم ولی خب خیلی سخت بود یعنی اون چند ماه اول عین زندانیا بودم یعنی خب پدر و مادر هم نگران بودن آرمان یه اتفاقی برات نیفته بالاخره مسئولیت برامون میشه میدونیم بالاخره وا با میگفتم میخوام برم فلانجا دور بزنم نه الان خطرناکه و اینا خب گواهینامه‌ام هم که گرفتم همین جوری بود بالاخره خب ماشینم مال من نبود همینجور توی ترسی بودم گفتم خدای نکره ماشین رو یه جایی نزنم یا ماشینم ماشین, ماشین نوی نیست خدای نکرده یه چیزش خراب نشه بگن آ تو مثلا نمیدونم جوونی کردی و اینا این استرس است ماشین پیدا کردم دایمون فکر کنین استاد ماشین رو اینجا تعمیگاه داشت و اینا یه دونه ماشین چپی برام پیدا کرده بود اگه بشت... آه... یعنی نخوام بگم هیچ کاری نکرده آره اینو میگیریم 400 دلار یه چند هزار دلار روش خرج کنیم میشه ماشین میگم ماشین چپی تو ایران هم کسی ماشین چپی و شاسی خورده و اینا نمیگیره حالا چه برسه دیگه آمریکا که مثل پقه و پشکل ماشین ریخته اونم یعنی لطفاً دیشب داشتم با خانومم حرف می‌زدم داریم گفتم هر جوری تونست جلوی من سنگ انداخت حالا اگه شده مثلا برای من بیمه نگیره چون مثلا بیمه رو اون باید میگرفت که خب من میرفتم زیر بیمه اون ولی من پولو رو پرداخت میکنم که یه مقدار ارزون تر هر کاری که میتونست که سنگ بندازه جلوی پا من انجام داد از کار پیدا کردم بیمه من هفته اول که رسته بودم اون اینجا یکی از دوستان بهم گفت که آرمان اینجا یه کمپانی مدلینگ هست که دنبال مدل میگرده فلان چیز و اینجور چیزا ولی یه مقدار دوره ما میایم دنبالت منم شرکت کنم خب منم خیلی شاد و خندان رفتم و اتفاقا هر دومونم قبول شدیم اون تا موقع قرارداد نمیشتن که فرداش میشد رسید دایم اینا کلا بردارن یعنی همینجور میگم سنگ پشت سنگ پشت سنگ انداختم میگم هفتش ماه اول دوستان من به یه حدی به یه جایی رسیده بودم که خیلی احساس افسردگی میگردم و من اصلا جمعه ش... شنبه یک شنبه که میشد دیگه آخر هفته میشد من اصلا توی احصاردگی... توی حسال میرفتم یعنی فقط گریه نه یعنی اشکان فقط پایین نمی اومد ولی افتضاح بود یعنی تو اتاق بودم و بعد از خدا لپتاپ هم بود که باش مثلا فیلم نگاه میکردم آهنگ گوش میکردم و همینجور فقط دعا میکردم گفتم گفتم خدایا من از همه چیم زدم کلی فداکاری کردم کلی از همه چیم زدم کلی زبان یاد گرفتم کلی تصویر سازی کردم ولی الان اینجا زندانیم هم. یعنی میام خونه همجا خونم خب کارم که پیدا کردم اه... یه مقدار بهتر شد حداقل گفتم صبح تا زو... تا عصر رو کار میکنم با چند تا از بچه ها رفیق شده بودم یه مقدار اوضاع بهتر شد میخوام بهتون بگم اون روزای تاریک بالاخره گذشت یعنی اون اوایل که میاین یه انتظارایی دارین فلا هیچ کسی نمیاد حالا تو ویدیوهای بعدی بیشتر براتون توضیح میدم یعنی من تک و تنها یه بغض این گلومو میگرفت جمعه شنبه که میشد هی مثلا می گفتم ای الان ملت دارن تو خیابونا میترکونن اشغال این کارو میکنن اون کارو با ماشین میرن دور دور ما این چغندر نشستیم خونه هیچ یعنی چی کار میکردم یعنی تنها کاری که به ذهنم میومد با ماشینم برم یه دوری بزنم میام ولی وقتی تنها هستیم آدم دلش بیشتر میگیره وقتی میره بیرون چند تا آدم رو با هم میبینه به قول یکی از بچه میگفت موقعی که میبینیم بچه ها تو رلن آدم بیشتر دلش میخواد تو ریل باشه بعد و موقعی که تو ریل هستیم میبینیم مجردی داره ولی دوستان بحث مجرد متعال نبود بحث این بود که من هی... یعنی یه آدم بیکسی بودم نه فامیل نره هیچ کی یعنی یکی نگو بابا این آرمان تازه اومده 18 سالشه ببریمش مهمونی نمیدونم سال نوه ببریمش این اونور بر. همشون با هم جمع شدن وگاس میرفتن خونه هم میرفتن احساس میکنم نمیدیدن منو در این حد مثلا گفتن این حالا تازه اومده مثلا حالا نه هم داره زبانم شاید بلد نباشه اینا. به چش پایین نگاه میکردن خب اون زمان گذشت ولی خیلی سخت گذشت یعنی من هر روز گفتم عجب غلطی کردم بابا حداقل ایران بودم شیراز بودم نمیدونم دو چرخه خودم داشتم محل خودم بود آشنا بودم میرفتم این دو چرخ سواری اینجا اومدم حالا ماشینم هست ولی خب هنوز نتونستم از اون لذت یعنی از این فرصت لذت ببرم حتی برای ارتشم که اقدام کردم گفتم با هم منتظر گرین کارت باشه که اونم دو سال طول میکشی. گفتم خب این دو سال از زندگی گویم تلف کنم که دو سال همینجور دست بسینه تنبال دنبال هدف ها میرم شخ پیدا میکنم کردیت هم رو درست میکنم حتی زبانم از این که از بهتر میکنم دوست شروع کنم دوست پیدا کردم و دوستم من اون روزه اول همون محوطه مثلا از خونه هم که میمدم بیرون و اینا که پیش پادر بزرگ مادر بزرگم بودم گفتم میدونی چیه با خونه موندن هیچ چیزی حل نمیشه شروع کردم روزی یکی دو بار میومدم بیرون می دویدم. یعنی مثلا می رو اومدم تا پارک محل میدویدم گفتم آقا من یه جوری باید با یکی بیه سلام علیک بکنم اینجوری خونه زندانی شدن هیچ چیزی رو پیش نمی بره و اینکه شروع می کردم یه روز صبح میرفتم یه روز مثلا یه روز صبح میرفتم دوباره عصر میرفتم رفتم ساعت ساعتامو تغییر می دادم که بیشتر آدم آدمای مختلف برم از اونم چیزی در یعنی من پارک میرفتم کتابخونه میرفتم میدویدم هر کاری که به ذهنم برسه انجام که یه آشنا پیدا کنم با همسایه‌مون صحبت می‌کردم سعی می‌کنم یه ارتباطی برقرار کنم ولی دوباره میگم اون حداقل 8 ماه اول بزرگترین فشاری که روی من شخصا حس می‌کردم این تنهایی و بیکسی بود یعنی این که میگن غربت غربت خودش بد نیست بالاخره یه چالش جدیده ولی بدترین فشار که آدمو له میکنه خورد میکنه و حالا در ویدیوهای بعدی بهتون میگم که چه چیزهای خوبی هم در پی داره این تنهایی و بیکسیه یعنی تنها چیزی که بود که منو از داخل انگار میخورد کالج میرفتم میرم ای بابا تک و تنها هم زبانم بلدم ولی همه انگار گروه گروه برای خودشون آشنا دارن فامیل دارن دوستم ما عین چغندر اینجا و این وسط موندیم خب حالگیری بود تا اینکه به مرور زمان یه مقدار شروع شد بهتر شدن و حالا در ویدیوهای بعدی کامل بهتون توضیح میدم چه کارهایی انجام دادم برای بهبود کیفیت زندگی و تصویرسازی بهتر و به هدف رسیدن امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت برده باشین کلی چیز یاد گرفته باشین هیچ وقت مایوس نشین تسلیم هم نشین تا در ویدیوهای بعدی بیشتر و بهتر بهتون توضیح بدم ممنون و متشکر